خدمت رفقای خودم عرض ادب و احترام میکنم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید دوستان و ایام به کامتون باشه. با یکی دیگر از برنامه های بررسی تیترهای روزنامه های ورزشی چاپ تهران خدمتون هستم. سه‌شنبه 15 آبان 1403 اغلب روزنامه های امروز تیترهای خودشون اختصاص دارن به دو دیدار نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا، یکی پرسپولیس و الغرافه قطر که یک مساوی تموم شد و دیگری باخت سنگین و تأسف‌بار 3-0 استقلال مقابل الهلال در ورزشگاه کینگدام شهر ریاض. بریم به سراغ روزنامه‌ها. تفاوت از زمین تا آسمان است. متری به نام میتروویچ، الکساندر میتروویچ مهاجم صربستانی الهلال 3 بار دروازه حسینی رو باز کرد، هتریک کرد و به تنهایی باعث برد پرگل تیمش شد. تفاوت استقلال و الهلال واقعا از زمین تا آسمونه. با بازیکنان چند ده میلیون دلاری که همه‌شون از بهترین ها هستن، اما استقلال اصلا بغیر از این بازی، استقلال این فصل تیم از هم پاشیده است و به هیچ عنوان حال روز خوشی نداره و اونهایی که استقلال رو به این روز انداختن باید بیان جوابگو باشن، جواب تماشاگران و هواداران استقلال بدن. هیچ کدومشون نیستن دیگه، از آقای شهریاری و سمیعی بگیر تا جواد نکونام که واقعا کمر این تیم زد شکست. گندوز شانس تک امتیازی گاریدو، تلسم سرخ آسیا. واقعا الکسیس گندوز دروازه‌بان الجزایری پرسپولیس اگر روز گذشته شب گذشته نبود، پرسپولیس واقعا نتیجه عجیب و غریب میگرفت. با همه این حال، با این حال که گل اول رو پرسپولیس زد فرشاد فرجی، اما دو دقیقه بعد گل مساوی رو خورد و فرصت‌های عدیده‌ای و همچون دقیقه 90 جواو توپ رو به سینه دروازه‌بان الغرافه کوبید و 3 امتیاز رو پرسپولیس نتونست کسب کنه. پرسپولیس از نظر داشتن مهاجم در فقر کامل به سر میبره و کاملا همه به این قضیه اذعان دارن و میدونن. استقلال مقابل الهلال بد نبود. رضا عادل‌خانی گفته باید به کادر فنی فرصت داد. رضا عادل‌خانی از بازیکنان اسبق و فوق‌العاده استقلال تیم ملی ایران اشاره کرده که باید با آقای موسیمانه اعتماد کرد و فرصت داد. روزنامه خبر ورزشی، عادی چوپان اسطوره وزنه‌برداری و پرورش اندام ایران که در مثل المپیا هم سابقه قهرمانی داره، هم رده دوم و سوم داره و یکی از بهترین ورزشکاران تاریخ ایرانی، گفته که قهرمانی مثل المپیا را پس میگیرم. روزنامه خبر ورزشی هم به استقلال پرداخته، هم پرسپولیس. پنجمین باخت پیاپی استقلال در ایران و آسیا، خوب شد تموم شد. استقلال 3 گل خورد و سید حسین حسینی یکی دو توپ هم تونست بگیره و الا باخت استقلال بسیار پرگل‌تر از این حرفا میشد. قهرمان ایران در آسیا نمیبرد. مرسی گندوز. گندوز مرد اول روز گذشته، شب گذشته بود و یکی دو تا تک به تک نزدیک به 100% رو گرفت و اگر نبود مشخص نبود که چه اتفاقاتی میفته. بریم به سراغ روزنامه فرهیختگان. روزنامه فرهیختگان تیتر فرجی نشد. پرسپولیس در آسیا حریف الغرافه هم نشد. فرشاد فرجی گل اول پرسپولیس رو زد در دقیقه 54، اما 2 دقیقه بعد پرسپولیس گل خوردن و در نهایت پرسپولیس امتیاز با امتیاز عوض کرد. فکر نمی‌کنم دیگه امیدی باید داشت به صعود دو نماینده ایران. استقلال که وضعیتش اورژانسی، پرسپولیس هم که تکلیفش معلومه، بدون مهاجم گلزن نمیشه گل زد. پرسپولیس همچنان پیگیر طلبش از الوکره، رضایت گاریدو از بازگشت به موقع مصدومان. هتریکوویچ تیتر روزنامه فرهیختگان و هتریک میتروویچ نمیشه هتریکوویچ. گزارش فرهیختگان از آینده نامعلوم سرمربی فولاد و تمایل طلایی پوشان برای به خدمت گرفتن او. یحیی منتظر پیشنهاد رسمی سپاهان. روزنامه بعدی که تیتراش تقدیم حضورتون میشه
روزنامه شوت هست. درگیری نیکنس با نیمار، مجتبی جباری در یک قدمی استقلال. گاریدو برد در آسیا را بلد نیست. تیتر یکی دو روزنامه یا وبسایت دیگه هم بود یه همچین تیتری که زدن. گزارشگر عربستان: اقامت موسیمانه در تهران طولانی نخواهد بود. هتریک میتروویچ: هر چه کاشتیم درو کردیم. ببینید با این وضعیتی که فوتبال ایران داره، با این شرایطی که تیم‌های ایرانی دارن، این قانون‌های مندرآوردی که فدراسیون فوتبال و نهادهای غیر ورزشی دارن میذارن، ما واقعا جلوی تیم‌های عربستانی و حتی قطری و اماراتی حرف برای گفتن نداریم و در جا میزنیم. زنگ تفریح هستیم بدون تردید. با این شرایط اصلا قیاس محل فارغه و این تیم ها نمیتونن با تیم های تا بون دندان مسلح به خصوص عربستانی مقابله بکنن. بریم به سراغ روزنامه ایران ورزشی. پرسپولیس با لیگ نخبگان قهر است. سکته سرخ، تساوی بدموقع یکی که پرسپولیس مقابل الغرافه و به حضورتون عرض بکنم دو امتیازی که از حساب سرخپوشان کم شد، میتونستن برنده باشن اما خدمتتون عرض کردم که نبوده یه مهاجم گلزن تو پرسپولیس سوهان روح هواداران این تیم شده. وطنخواه یاسین را قربانی به خدمتتون عرض بکنم آقای وطنخواه اعلام کرده که یاسین سلمانی، بازیکنی که الان آقای گاریدو هم بهش اعتقاد نداره و یه جورایی یا ذخیره است یا از لیست میره بیرون، گفته یاسین را قرضی به تراکتور بدن، اگر ترابی پشیمان شده نباید او را پس زد. دوستان همراه، بینندگان عزیز و عجبان، علاقمندان ورزش، هواداران چنل سود، از تیترهایی که روزنامه های روز سه‌شنبه بود و من تقدیم حضورتون کردم. امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. ببینید موقعی که ورزشکاران ایرانی یا تیم‌های ایرانی نتیجه نمیگیرن، رمق رو هم از ما میگیرن، یعنی مایی که میگم من و دوستان همکارانم تو چه تلویزیون چه کسایی که برنامه اجرا میکنن. ببین شما نکنید سه تا گل موقعی که میرید از تیم عربستانی میخورید یا پرسپولیسی که انقدر راحت میاد برد و با تساوی عوض میکنه و آب از آب تکون نمیخوره تو سیستم مدیریتشون، شرایط اینگونه میشه که اصلا نمیشه واقعا صحبت کرد. حیف فوتبال ایران، ورزش ایران بازیچه دست یه سری مدیران نابخرد شده که هیچی براشون مهم نیست و فقط و فقط به دنبال قارت اموال مردم ایران هم. امیدوارم که یه روزی برسه حداقل ورزش ایران به صاحبان اصلیش برسه. فاصله ما با فوتبال کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، مطمئن باشید اگه با این وضع با این فرمون بریم جلو، انقدر زیاد میشه که ما به هیچ عنوان حریف اونها نخواهیم شد. توت آفیشیال فراموش نفرمایید رفقا. دم همتون گرم، شب و روزتون خوش.